از روز پیروزی اولین هفته بدون رئیس جمهور حسنی مبارک بر قدرت در شهر قاهره جشن گرفت. ده هزار نفر در چارایی تحریر، محل که اعتراضات ضد حکومتی از آنجا اوج گرفته بود، تجمع نمودند. این تظاهرات و تحول در کشورهای دیگر نیز برخواسته است. به دنبال تظاهرات در تونس، تحول در مصر نیز رونما گردید که اعتراضات همچو در سایر کشورهای امجوار یعنی یمن، لیبیا، سوریه، الجزایر و همچنان در ایران نیز سرایت و گسترش نموده است. اکثریت شیعیان در کشور بحرین خواهان سرنگونی زمام حاکم سنی ها هستند. حداقل 500 در سر این تظاهرات کشته و 200 تن دیگر زخمی گردیدند. بزرگترین گروه مخالف از مقامشان در پارلمان کشور استعفا دادند و میگویند تا زمانی که پارچا کشور را به یک سلطنت مشروطه با یک حکومت منتخب تبدیل نکند به وظیفه ایشان بر نمیگردند. برخی از رهبران در منطقه نشانه امید را جهت از بین بردن این همه نارضایتی ها از خیش نشان میدهند. در یمن رئیس جمهور علی عبدالله صالح وعده نموده است تا خود را در انتخابات آینده کشور نامزد ننماید و همچنان نمیخواهد تا پسر جانشین وی گردد، ولی مظاهره کنندگان از این همه بیشتر میخواهند. در مصر تعهد ایجاد یک حکومت جدید با قانون اساسی آن شده است. دون مایکل کارشناس در امور منطقه میگوید که تحول در شرق میانه مشکل پنداشته میشود. مقامات اجرایی در هر کشور، چه پادشاه باشد و یا هم رئیس جمهور، باید در مورد سهم نمودن قدرت با مامورین و پارلمان منتخب فکر نماید. قدرت بیشتر بالای این سیستم های سیاسی تمرکز یافته است. تحلیلگران میگویند که اصلاحات در امور اقتصاد، ساختار اجتماعی، تحصیلات، با در نظر داشت به سنت های فرهنگی و مذهبی نیز باید گسترش یابد. فکر میکنم این بر هر جامعه است ارزش های خیش را خود حفظ نماید و اصول و دیدگاه های بیگانه را که در اجتماع وجود دارد دنبال ننماید. در مورد عربستان سعودی باید همه چیز از صفر شروع شود. فکر نمی کنم که ایالات متحده نظریه روشنی در مورد اینکه چی روندی در آن کشور به منظور تبدیل شدن به یک کشور دموکراتیک صورت خواهد گرفت داشته باشند. تحلیلگران مشوق به اینند که حداقل انتظار برگزاری انتخابات دموکراتیک را در دو کشور شرق میانه یعنی تونس و مصر هم اکنون دارند. حمیدالله حمیدی، تلویزیون آشای صدای آمریکا، واشنگتن.